سلام میکنم به همه دوستای خوبم خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس امروز میخوایم با هم راجع به مفهوم سرعت صحبت بکنیم مفهومی که خوشبختانه همه شما ها مطمئنم اون رو کاملا درک میکنید و میدونید چی هست پس خیلی میتونیم سر مفهومش با هم یه کلنجار نریم یک جسمی رو در نظر بگیرید که اینجا در نقطه صفر قرار داره یعنی من اینجا رو مبدعم تعریف میکنم و بعد این جسم از نقطه صفر تا برسه به نقطه سی یک ثانیه طول میکشه که من اینجا نمودارش رو رسم کردم یعنی یک ثانیه طول میکشه که این زمان یک هست این زمان دو واحد زمان ثانیه است و واحد یک سه متر پس یک ثانیه طول میکشه که بر اساس نقطه سیمتر و یک ثانیه بعد طول میکشه که از سیمتر بر اساس نقطه 100 متر خب پس این هم یک ثانیه است پس در مجموع دو ثانیه طول میکشه که برسه به 100 متر ولی از 3 تا 100 رو در یک ثانیه می ره سه تا سی رو هم در یک ثانیه تفاوتی که در این بخش و این بخش از حرکت جسم من وجود داره چیه؟ یعنی به صورت کاملا کلامی بخوایم بگیم تفاوت اینه که این جسم من داره این بخش اول رو با در حقیقت بخش دوم رو سریع طی میکنه خب پس بخش دوم رو سریعتر طی می میکنه به عبارت دیگه اگه بخوام باز هم لغتش رو یه جور دیگه بنویسم میتونم بگم سرعت بیشتری داره خب بنابراین سرعت کاملا ترجمه اون لغتی هست که ما در روزمره داریم به کار میبریم و میگیم فلان چیز سریعتره یا فلان چیز کنتره یعنی سرعتش کمتره بنابراین من خیلی طبیعیه که بیام یک متغیری تعریف بکنم که بتونم این تفاوت رو در حقیقت باهاش برخورد بکنم بتونم تحلیلش بکنم و تفاوت رو در اون جای بدم در اون متغیرم و این متغیر رو ما اسمش رو میذاریم سرعت و با علامت وی نشون میدیم که من فعلا میخوام با سرعت متوسط شروع بکنم یعنی در مورد سرعت لحظه ای در ویدئوی بعد صحبت خواهیم کرد و من میگم که سرعت متوسط یک جسم در یک بازه زمانی خاص پس این من اینو تاکید میکنم در یک بازه زمانی خاص این علامتی که این بالای وی گذاشتم من یعنی سرعت متوسط برابر هست با اینکه این جسم چقدر جابجا جا میشه یعنی دلتا ایکس که این خودش مساوی هست با x2 منهای x1 یعنی چقدر جابجا جا شده در اون بازه زمانی خاص یعنی دلتا تی که این خودش مساوی هست با t2 منهای t1 یعنی جسم من در یک بازه زمانی تی دو منهای تی یک مثلا اینجا از صفر تا یک تی دو منهای تی یک من میشه یک و میزان جابجایی اصلا بیایید حساب بکنیم دیگه پس سرعت متوسط در این بازه برابر هست با میزان جابجایی یعنی c منهای صفر x2 منهای x1 تقسیم بر t2 منهای t1 یعنی 1 منهای صفر که این مساوی میشه با c متر بر ثانیه چرا متر بر ثانیه برای اینکه واحد سرعت من که هست جابجایی تقسیم بر زمان میشه واحد جابجایی یعنی متر تقسیم بر واحد زمان یعنی ثانیه پس واحد سرعت میشه متر بر ثانیه حالا بیایید مثلا سرعت متوسط رو در این بازه حساب بکنیم خب این بازه من جابجاییم یعنی x2 منها منهای x1 کم هست 100 منهای c درسته من اینجا 100 بودم اول سی بودم رفتم به 100 پس میشه 100 منهای سی تقسیم بر دو منهای یک تی دو بوده دو تی یک هست یک دو منهای یک این مساوی میشه با هفتاد متر بر ثانیه حالا بیایید به عنوان یک تمرین سرعت متوسط رو در طول کل این مسیر با هم حساب بکنیم یعنی از صفر رفته به 100 خب پس سرعت متوسط از صفر تا 100 متر مساوی هست با چی؟ خب جواب که هست 100 متر من های صفر متر که میشه همون 100 متر تقسیم بر چقدر طول کشیده این مسیر رو برم دو ثانیه من های صفر یعنی دو ثانیه که این مساوی میشه با 100 دوم متر بر ثانیه که این مساوی میشه با 50 متر بر ثانیه این میشه سرعت متوسط من در طول کل مسیر نه فقط در یک تیکش و خیلی هم جالبه دیگه دقت کنید که سرعت متوسط در این بخش اول بود 30 متر بر ثانیه سرعت متوسط در این بخش دوم بود 70 متر بر ثانیه و سرعت متوسط کل من از این سی بیشتر شد و از این 70 کمتر شد چرا این اتفاق افتاد خب برای اینکه سرعت متوسط کل مسیر رو گرفتم و سرعت متوسط کل مسیر نمیتونه از حد اکثر سرعتی که من در اون مسیر رفتم بیشتر باشه چون عملا من دارم متوسط رو حساب میکنم که حالا در مورد ریاضی این قضیه در تمرین ها خیلی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد خب حالا سرعت من این علامت این خط رو که بالای وی گذاشتم یادم رفت بگم که سرعت یک بردار هست خب به این معنی که جهت داره و من الان جهت بردار سرعتم حالا که دارم حرکت در یک بود رو فعلا در این ویدیوها بررسی میکنم در این جهت هست خب یعنی اگر جسم من مثلا از صد بیاد به سی در یک زمان مثلا دو ثانیه ای در این صورت سرعت متوسط من در اون بازه مساوی میشه با C یعنی x2 چون از 100 نقطه اولم اومدم به C نقطه دومم من منهای 100 نقطه اولم تقسیم بر دو ثانیه که این مساوی میشه با منفی 35 متر بر ثانیه یعنی من جهت سرعتم رو هم دارم مشخص میکنم و وقتی منفیه یعنی من جهت سرعتم به سمت چپ هست در جهت عکس برداری یکی محور x ها پس یادتون باشه که سرعت یک کمیت برداریه خب خب حالا میتونیم بریم سراغ این شبیه سازی که من از سایت دانشگاه کلرادو پیدا کردم یک آدرسش رو من بدم که کپی رایت رو هم رعایت کرده باشم آدرسش هست phet.colorado.edu که کمک میکنه که ما یک احساس بهتری نسبت به سرعت با شتاب به زودی با همدیگه به دست بیاریم و داستان هم داستان این آقایی هست که اینجا وایستاده اسمش هست مووینگ من شما اگه برید به اون سایت میتونید خودتون این آزمایش رو یا یعنی این محیط شبیه سازی رو در اختیار داشته باشید من میتونم مکان سرعت و شتاب که فعلا با شتاب کاری نداریم این جسم رو تعیین بکنم و بعد این آقا رو و بعد بهش بگم حرکت بکن خب و اگر بخوره به این دیوارها یک صدای وحشتناک اینجا توی گوش من تولید میشه احتمالا شما نمیشنوید ولی خب حالا من میام و مثلا میگم سرعت این جسم رو قرار میدم دو متر بر ثانیه پس الان سرعت این, این آقا رو قرار دادم دو متر بر ثانیه و میبینید که سرعت یک برداره یعنی من جهت دادم من میتونستم بگم منفی دو متر تا در جهت عکس قرار بگیره سمت حرکت این آقا و بعد میخوام پیشبینی بکنم و ببینم که کی این آقا میخوره به این دیوار و من کی باید اقدام بکنم و سرعتش رو کم بکنم یا تغییر بدم که نخوره به این دیوار خب خب الان چه اتفاقی داره میفته سرعت من هست دو متر بر ثانیه و من میدونم که سرعت مساوی هست با دلتا ایکس تقسیم بر دلتا تی خب فاصله من با این دیوار چقدر هست؟ فاصله من با این دیوار هست ده متر پس دلتا ایکس من هست ده متر بنابراین دلتا تی من مساوی میشه با ده متر تقسیم بر دو متر بر ثانیه که مساوی میشه با پنج ثانیه بنابراین طبق این محاسباتی که من اینجا کردم من پیش بینی میکنم که این آقا بعد از پنج ثانیه میخوره به دیوار حالا بریم ببینیم که آیا پیشبینی ما درست هست یا نه اصلا خب الان تقریبا شد فکر کنم درست شد دیگه چون الان پنج و دو شد و این آقای چند ثانیه است که خورده یعنی من میتونم برای شما دوباره پخش بکنم تا ببینید که الان رسید رسید تا اینجا پنج ثانیه دقیقا من رسیدم به نقطه متر پس تا الان محاسباتی که ما کردیم دقیقا داره کار میکنه حالا بذارید من همه چیز رو از اول شروع بکنم ببینید من الان میتونم با سرعت این آقا بازی بکنم مثلا اینو بیارم اینجا قرار بدم مثلا بعد این آقا حرکت میکنه میره اینجا بعد میتونم سرعتش رو حالا منفی بکنم سرعت منفی یعنی اینکه در جهت عکس حرکت میکنه بعد تا رسید اینجا دوباره سرعتش رو مثبت بکنم و همه اینها دارن برای این آقایی که اینجا قرار دارن یک معادله حرکت پدید میارن یعنی من دارم در حقیقت دا دائم در یک بود جابجاش میکنم و میتونم بدونم که در هر لحظه از زمان این آقا کجا قرار داره خب حالا یه کار جالب که من در این آزمایشگاه در این بخش چارتس میتونم بکنم اینه که بیام مثلا این نمودارها رو هم رسم کنم بیاید با هم یکم بازی بکنیم و من حتما بهتون پیشنهاد میدم خودتونم برید و اینو پیدا بکنید و باهاش بازی بکنید فرض بکنید مثلا من بگم سرعت رو قرار بده یک متر بر ثانیه در این جهت خب و بعد اینو شبیه سازی بکنم ببینید الان مکان جسم رو بزارید. من یه متوقف بکنم این الان داره با سرعت یک متر بر سانیه. حرکت میکنه و من نمیدونم میتونم اصلا من این رو آره فکر کنم میتونم یه خورده اسکیل رو جا جابجا بکنم که شما ببینید این سرعت الان هست یک متر بر و سرعت ثابت خب وقتی سرعت ثابت سرعت متوسط هم همون یک متر بر ثانیه است و این آقای من داره کاملا به شکل خطی مکانش جابجا جا, جا میشه در طول زمان خب این محور افقی زمان هست و این آقا داره همینجوری جابجا میشه چرا اینو داریم ما خب برای اینکه وقتی که سرعت ثابته دلتا ایکس یعنی زمان ببخشید جا به جایی دقیقا برابر هست با وی دلتا تی خب که اگر من اه اه این نمودار رو با سرعت ثابت رسم کنم یعنی یک عدد ثابت باشه این یک نمودار خطی به نسبت زمان خواهد بود خب یعنی چون این ثابته پس دلتا ایکس میشه یه عدد ثابت ضبط در زمان پس من انتظار دارم یک خط با شیب وی باشه یعنی با شیب ثابت و همونجوری که میدونید شیبش هم یعنی همونجوری که الان گفتم شیب این خط هم دقیقا خود وی هسته یه چون دلتا ایکس به دلتا تی من میشه وی بریم اینجا تماشا کنیم آیا شیب خط خود وی هست یا نه مثلا بذارید ببینیم وقتی که ایکس میرسه به پنج زمان چقدر هست خب الان تقریبا x رسید به 5 و یه ذره رد کرد زمان رو اگر نگاه کنیم زمان هم همون 5 هست پس شی به خط من یعنی دلتا x تقسیم بر به دلتا تی میشه یک که همون سرعت هست حالا اگر من بیام و سرعت رو مثلا بکنم نیم در این صورت انتظار دارید روی این نمودار چه اتفاقی بیفته؟ انتظار داریم که با شیب کمتر این خط پیشرفت بکنه چون سرعت جسم من کم شده و وقتی سرعتش کم بشه در یک بازه زمانی مشخص مسافت کمتری رو طی خواهد کرد پس نگاه بکنیم درسته از که تا اینجا هم درست پیش بینی کردیم دیگه چه تغییری بدیم که خدا رو خوش بیاد و جالب باشه مثلا بیاید سرعت این جسم رو بکنیم مثلا منفی دو خب یعنی اصلا بگیم آقا جان سرعت بگیر در جهت منفی انتظار داریم روی این نمودار چه اتفاقی بیفته همونجوری که این آقا رو این بالا دیدید صورتش رو برگردون و جهتش عکس شد پس من انتظار دارم این جابجایی من در جهت معکوس بشه یعنی جسمم بیاد به سمت مبدا اصلا حرکت بکنه و بعد هم از مبدا رد بشه و مکانش اصلا منفی بشه حالا ببینیم و با چه شیبی میخوام این اتفاق بیفته انتظار دارم با شیب منفی دو خب یعنی انتظار دارم نسبتا سریع این اتفاق بیفته و میبینید که دقیقا همین اتفاق میفته آقا داره به این آقاه داره به این سمت حرکت میکنه و میره که بخوره به دیوار من متوقف میکنم چون این صداش گوش من رو اذیت میکنه خب پس من پیشنهاد میکنم حتما برید و با این آزمایشگاه کار بکنید و الان ما یک نمودار خیلی جالب داریم که میبینید این دو نمودار رو با هم یعنی من سی ثانی روی این صحبت بکنم که اینجا که سرعت یک هست تا اینجا شیب من دقیقا یکه بعد که اینجا سرعت میشه نیم و نیم ثابت میمونه شیب من هم میشه نیم و ثابت میمونه اما من کماکان دارم در جهت مثبت حرکت میکنم چون سرعتم مثبته و اینجا که سرعت میشه منفی دو به من هم میشه منفی دو و من در جهت منفی یعنی برعکس محور مختصات حرکت خواهم کرد خب پس حتما برید با این آزمایش که خودتون کار بکنید در ویدیو بعد در مورد سرعت لحظه ای بیشتر با همدیگه صحبت خواهیم کرد فعلا خدافظ